به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که حال دلتان خوبه خوب خوب باشه و مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره واتساپ ما را یادداشت کنید تا اگر سوالی داشتید از این طریق با ما در ارتباط باشید شماره ما هست عزیزان دو سیف 964 780 255, 40, شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید خب شاگردهای عزیز درس چهاردهم امروز قرار با همدیگه آغاز کنیم در فصل ششم قرار داریم با موضوع انعکاس امروز قصد داریم که دو تا موضوع رو بررسی کنیم یکی آینه های مستویر بررسی میکنیم و در ادامه آینه های کروی. اما قبل از شروع درس مروری بر درس جلسه قبل داشته باشیم خب شاگردای عزیز در درس جلسه قبل ما انعکاس نور رو تعریف کردیم خب انعکاس نور تعریفش چی بود شما حتما به خاطر دارید دیگه گفتیم که عملیه برگشت نور از سطح اجسام رو میگیم انعکاس نور خب انعکاس نور فایدهش چیه چه چی فایده ای برای ما داره باعث میشه که ما اجسام ببینیم یعنی اجسام زمانی قابلیت دیده شدن دارند که نور از سطح اجسام به چشم ما انعکاس پیدا کنند باز در ادامه قوانین انعکاس آمدیم خدمت شما عزیزان گفتیم گفتیم که یک قانون بسیار مهم در انعکاس که وجود داره ایه که زاویه وارده با زاویه منعکسه با همدیگه برابرن این قانون خیلی قانون مهمیه شکلش یک بار دیگه رسم کنیم که یادآوری شوه خب به تخت یا نگاه کنید خب فرض کنید که این سطح جسم ماست. ما گفتیم که برای اینکه انعکاس نور رو بررسی کنیم یعنی قوانین انعکاس نور بتونیم بررسی کنیم یک خط فرضی در نظر میگیریم که خط نارمل سطح هست. این خط ما عمود بر صفحه هست دیگه به این صورت این خط فرضیه خب حالا یک اشعه نوری گفتیم به ای سطح جسم ما تابیده میشه دیگه به این صورت به این اشعه گفتیم اشعه وارده دیگه آفرین آف اسمش اشعه وارده بود وقتی که تابیده میشه به سطح جسم ما انعکاس پیدا میکنه دیگه خب وقتی که انعکاس پیدا میکنه به این صورت به این اشعه میگفتیم اشعه منعکسه باز در ادامه زاویه ها رو گفتیم گفتیم زاویه که بین اشعه وارده و خط نارمل سطح ایجاد میشه رو با آی نمایش میدیم این میشه زاویه ای وارده و زاویه ای که بین اشعه منعکسه و خط نارمل سطح ایجاد میشه را گفتیم با آر نمایش میدیم این میشه زاویه منعکسه قوانین نکاس چی میگفت؟ میگفت که زاویه آی همیشه با زاویه آر با همدیگه برابر هستن مثلا اگر این زاویه سی درجه بود این هم سی درجه هست هشتاد درجه بود این زاویه هم هشتاد درجه هست پس یک قوانین مهمی بودی که در قسمت انکاس نور ما خدمت شما عزیزان بیان کردیم اما بریم وارد درس امروزمان بشیم اولین آینه ای که میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم آینه ای مستویه آینه مستوی را همه ما در خانه خود داریم وقتی که خودمان طرف آینه نگاه میکنیم این آینه ها از آینه های مستویه تعریفش چی میشه میگه سطح شیشهای هموار یعنی سطح شیشه همواره دیگه که یک طرف از این شیشه را ما میگیریم سیماب یا نقره میزنیم و طرف دیگه از این انعکاس دهنده نوره که نور به صورت منظم انعکاس میده به این آینه ها میگیم آینه های مستوی و همین راحت یعنی همه آینه که ما در خانه های خودمان از این آینه ها استفاده می کنیم شما اگه خوب به اینا نگاه کنید یک سطحش صاف و همواره و پشتش اگه نگاه کنید پشتش معمولا یا نقره زدن یا سیماب دیگه صحیح شد پس این میشه تعریف آینه های مستوی اما تصویر در آینه های مستوی چند تا خاصیت داره که خیلی خیلی مهم است حتما شما با این خاصیت را بدانید خب اینها رو با هم دیگه تک تک بررسی میکنیم خاصیت اول چی میگه؟ خاصیت اول میگه که در آینه های مستوی فاصله تصویر تا آینه برابر با فاصله جسم تا آینه ها. خب این روی تخت یا بیشتر بررسی کنیم با هم دیگه؟ خب شاید عزیز فرض کنید که این یک آینه هسته پشت این آینه رو ما گرفتیم سیماب زدیم یه یعنی یک آینه مستویه سعی شد؟ خاصیت اول تصویر در آینه های مستوی چی میگن؟ میگه فاصله تصویر تا آینه برابر با فاصله جسم تا آینه هم خب این چه, قسم، چه قسمی رسم کنیم؟ میگم که اگر یک جسم داشته باشه حالا جسم ما هر جسمی میتونه پنسل باشه میتونه یک شخص باشه میتونه یک میز باشه هر چیزی صحیح شد؟ خب این جسم ما این قسمت جلو آینه قرار میدیم دیگه خب این جسم ما اینجا قرار میده میگیم این جسم با a b نمایش میدیم این جسم ما. این. خب این جسم ما یک فاصله ای تا آینه داره دیگه مثلا 30 سانتی متر فاصله داره یا 50 سانتی متر فاصله داره یا 1 متر فاصله داره خب این فاصله رو ما با p نمایش میدیم میگیم فاصله Pه. حالا p هر چی میتونه باشه خب تصویر جسم پشت آینه تشکیل میشه دیگه این جسم ما اینجا بنویسیم این جسم تصویرش پشت آینه تشکیل میشه میگیم که تصویرش اگه اینجا برای ما تشکیل شود و این با A ای زبر و B زبر نمایش بدیم این میشه تصویر جسم خب تصویر جسم هم یک فاصله تا آینه داره میگیم این فاصله را اگه ما با کیو نمایش بدیم یک قانون یا خاصیت تصویر در آینه های مستوی خاصیت اول چی میگه؟ میگه فاصله جسم تا آینه برابر با فاصله تصویر تا آینه است این چه قسمی نمایش بده میگیم که پی مساوی است با کیو یادتان باشه پس خاصیت تصویر اولین خاصیت چی میگم؟ میگم فاصله جسم تا آینه برابر با فاصله تصویر تا آینه یعنی پی برابر با کیو هستن این میشه اولین خاصیت خب خاصیت دوم به ما چی میگم؟ میگه اندازه خود تصویر با اندازه جسم برابره صحیح شد؟ خب بیرم با هم دیگه بررسی کنیم خب باز هم به همون شکلی که رسم کرده بودیم توجه کنید خواست یک دوم میگه اندازه تصویر با اندازه جسم برابر جسم ما گفتیم ای بیه دیگه حالا هرچی گفتیم میتونه باشه مثلا یک پنسل باشه میگیم که جسم ما ای بیه پس میگیم که ای میشه جسم ما مساوی با با خود اندازه تصویر برابر تصویرش هم که ای زبر بی زبر دیگه یعنی تصویری مثلا این پنسل اینجا تشکیل شده تصویرش ما با ای زبر B زبر نمایش دادیم این خاصیت میگه که ای برابر با ای زبر بی زبر است صحیح شد؟ یه هم شد خاصیت دوم ما خاصیت سوم چی میگم میگه تصویر در آینه های مستوی به صورت مجازی یا غیر واقعی تشکیل میشه یعنی چی یعنی تصویر در واقع در پشت آینه تشکیل میشه این یعنی هم که خاصیت سوم هستم؟ خاصیت چهارم چی میگه خاصیت چهارم میگه تصویر به صورت متناظر یا معکوس جانبی تشکیل میشه یعنی چی یعنی شما زمانی که جلوی آینه مستوی قرار بگیرید دست راست خود بلنک کنید در آینه دست چپ میبینید صحیح نه میشه چی تصویر ما به صورت متناظر تشکیل شده یا شما یک متن بنویسید مثلا اسم خودتان بنویسید یا هر متن دیگر وقتی که جلو آینه مستوی قرار میدین این از چپ به راست دیگه پس چی میشه میگیم که تصویر در آینه های مستوی به صورت متناظر یا معکوس جانبی تشکیل میشه پس چهار تا خاصیت شد دیگه اولین خاصیت چی شد فاصله تصویر تا آینه برابر با فاصله جسم تا آینه هم. خاصیت دوم چه شد؟ اندازه جسم با اندازه تصویر برابر دیگه خاصیت سوم تصویر به صورت مجازی یا غیر واقعی تشکیل میشه و خاصیت چهارم هم به ما میگه تصویر به صورت متناظر یا معکوس جانبی تشکیل میشه این شد خواص تصویر در آینه های مستوی اما های عزیز و نازنین خب این آینه های مستوی علاوه بر اینکه ما در خانه های خود از این آینه ها استفاده می کنیم کاربورد های بسیار زیاد دیگه هم داره یکی از کاربورد های آینه های مستوی در ساخت پیروسکوپ یا چشم زیردریایی خب پیروسکوپ چی هسته؟ میگیم که پیروسکوب یا چشم زیر دریایی یک آله که از دو تا آینه مستوی موازی تشکیل شده خب چی, کار... چی کاربردی داره ما برای مشاهده کشتی ها و اشیایی که روی سطح آب هستن وقتی که داخل زیر دریایی قرار داریم از این آله استفاده میکنیم حالا ساختارش به چه صورته؟ ساختارش ما برای شما رسم کنیم روی تخت سیاه؟ خب ساختار پیروسکوب به چه صورته؟ میگیم که این ساختار بیرونش به این صورته دای دو قسمت شایردای عزیز ما دو تا آینه مستوی داریم یک آینه مستوی اینجا قرار میگیره یک آینه مستوی هم اینجا قرار میگیره به صورت موازی هم دیگه شما میبینید این دو تا آینه به صورت موازی قرار داره خب شما اگه زیر دریا باشین یعنی در دریایی باشین در یک قسمت شما چه قرار گرفته باشین فرض کنید که شما هستین دیگه از این قسمت شما از پیروسکوپ دارین که اشیایی روی سطح آب نگاه میکنید. خب چه اتفاق میفته میگیم پرتوهای نور که از سطح اجسام انعکاس پیدا کردن به آینه مستوی اول ما برخورد میکنن. صحیح شد؟ خب این آینه مستوی اول این پرتوهای نور را انعکاس میدن به سمت پایین به آینه مستوی دوم برخورد میکنه و آینه مستوی دوم هم این پرتوها را به سمت چشم ما انعکاس میدن. و ای باعث دود این باعث میشه که دو تا انکاسی که اینجا اتفاق میفته و ما سطح و ما اشیای روی سطح آب رو میتونیم با استفاده از پیروسکوب نگاه کنیم دیگه پس ساختارش به این صورت بود اما یک نکته بسیار مهم یک موضوع بسیار مهمی که وجود داره البته شما در های بعدی با به دست آوردن تصویر از طریق رسم اشعه ها بیشتر آشنا میشین اما اینجا ما با یک صورت خلاصه ای رو برای شما از آن بیان میکنیم قصد داریم که تصویر از طریق رسم اشعه ها روی آینه های مستوی ببینیم که چگونه ایجاد میشن خب اول با هم دیگه بررسی کنیم میگه چیکار کنین شما یک نقطه از جسم در نظر بگیرید خب روی تخت سیاه نگاه کنین با هم دیگه ای رو بیشتر بررسی کنیم اول یک آینه مستوی رسم کنیم، این آینه مستوی ما پشتش هم سیماب زدیم دیگه یک جسمی جلوی یا اینا قرار گرفته حالا هر جسمی میگیم که جسم به این صورت نمایش میدیم جسم A B صحیح شد خب حالا قصد داریم ببینیم که تصویر چگونه ایجاد میشه خب توجه کن اول گفته که یک نقطه از جسم در نظر بگیرید ما نقطه B را در نظر میگیم نقطه انتهایی جسم در نظر میگیریم خب داری ادامه چی گفته؟ گفته دو تا عشق دلخوا از این نقطه رسم کنید خب ما رسم میکنیم میگیم که عشق اول به صورت از نقطه B رد میشه به آینه انکاس پیدا میکنه و با آینه برخورد میکنه و به این صورت انکاس پیدا میکنه این شد عشق اول خب عشق دوم هم در نظر میگیریم با یک رنگ دیگر رسم کنیم عشق دوم هم میگیم که به این صورت با آینه برخورد میکنه و انکاس پیدا میکنن سعی شد یه شد اشعه دوم ما خب میگه دیگه چی کار کنه وقتی که دو, دو اشعه انکاس پیدا کنن چشم ما چی کار مونن این اشعه های منعکس شده رو در پشت آینه دنبال میکنن اشعه اول به این صورت و اشعه دوم هم که شما راست کنید به این صورت در این نقطه اینا همدیگر قطع میکنن سعی شد این نقطه میشه نقطه تصویر اولیه جسم این میشه نقطه بی زبر شد پس ما چیکار کردیم ما اومدیم یک جسم در نظر گرفتیم یک بار دیگه توضیح میدیم یک جسم در نظر گرفتیم که جلو آینه مستوی قرار گرفته حالا یک نقطه از جسم در نظر میگیم چون ما نمیتونیم که همه اشیایی که روی از جسم برخورد کرده رسم کنیم خیلی شلوغ میشه دیگه ما چیکار کنیم یک نقطه رو در نظر میگیریم ما نقطه بی رو در نظر گرفتیم حالا در ادامه دو تا اشعه دلخواه که از نقطه بی رد میشن و به آینه برخورد میکنن و انعکاس پیدا میکنن در نظر میگیریم یکی اشعه سرخ رنگ ما اینجا رسم کردیم از نقطه بی رد شد به آینه برخورد کرد و انعکاس پیدا کرد اشعه دوم اشعه آبی رنگ بود آبی رنگ هم به نقطه بی برخورد کرد به سطح آینه انکاس پیدا کرد چشم ما چکار میکنه؟ چشم ما ما دو تا اشعهی منعکس شده را ادامه میده در پشت آینه. خب ادامه ادامکی دادیم به این صورت دو تا اشعه جایی که اینا همدیگر قطع میکنن میشه تصویر این نقطه بینجا اینجا ایجاد میشه. پس این میشه به دست آوردن تصویر از طریق رسم اشعه ها. خب حالا که آینه های مستویر خوب یاد گرفتید یک سوال با هم دیگه حل کنیم. میگه در آینه مستوی به هر اندازه که جسم به آینه نزدیکتر شود تصویر آن نظر به آینه گزینه اول تغییر نمی کند دو معکوس می شود سه دورتر می شود و چهارم نزدیکتر می شود کدام یک پاسخ صحیح این سوال ما است شاگردان عزیز خب شما در قسمت خواس تصویر در آینه های مستوی ما چی گفتیم گفتیم که همیشه فاصله تصویر تا آینه برابر با فاصله جسم تا آینه حالا هر اندازه که شما جسم با آینه نزدیک میکنین مسلما تصویرش هم به خاطر اون فاصله حفظ شود دیگه تصویرش هم با آینه نزدیکتر میشه دیگه پس گزینه چهارم پاسخ صحیح این سوال ما هست. اما بجز آینه های مستوی ما یک آینه های دیگه داریم به نام آینه های کروی به صورت کروی شکل هستند آینه‌های کروی را ما به دو دسته تقسیم می کنیم. یک آینه مقعر دو آینه محدب پس آینه های کروی چند دسته هستند؟ دو دسته آینه های مقعر و آینه های محدب حالا اینا رو تک تک با هم دیگه بررسی کنیم و تعریف کنیم خب آینه اولی که قصد داریم بررسی کنیم آینه کروی مقرر آینه کروی مقرر چه آینه ایه؟ کروی که سطح بیرونی او را ما سیماب یا نقره زدیم و قسمت داخلی از او انکاسنده نور هست دیگه شما شکل علف اگه نگاه کنید شکل الف آینه کروی مقعر به ما نشان میده شما میبینید که سطح بیرونی سیماب خورده یا نقره خورده و سطح داخلی از این سیقل داده شده و انکاسنده نور است به این میگیم آینه کروی مقعر صحیح شد خب آینه کروی محدب چیه اگر سطح داخلی کره را ای دفعه ما سیماب بزنیم و قسمت بیرونی و قسمت برآمدگی آینه این دهنده نور بشه به این میگیم آینه محدب دیگه خب شما روی شکل اگه نگاه کنید شکل ب نمایش دهنده آینه کروی محدبه شکل الف که قسمت بیرونیش سیماب خورده آینه مقعره و شکل ب که قسمت داخلی سیماب خورده و قسمت بیرونی نکاس نور است آینه محدب ما نشان میده پس آینه های کروی یا محدبن یا مقعر هستن اما میریم سراغ یک تعریف بسیار مهم در آینه ها به نام مهراق مهراق آینه های کروی خب تعریف مهراق چیه؟ میگه که اگه یک دسته اشعه نور به صورت موازی با محور اصلی یعنی موازی هستن با محور اصلی با سطح آینه برخورد کنند پس از این که انعکاس پیدا میکنن در یک نقطه همگی اینها جمع میشن که به این میگیم چی؟ مهراق اصلی حالا شکلش با هم دیگه رسم کنیم بیشتر بررسی کنیم خب یک آینه کروی با هم دیگه رسم میکنیم به این صورت پشتش ما چی سیماب زدیم سطح داخلی نکاسنده نور هستن شما باز در صنف های آینده تعریف محور اصلی و دیگر مشخصه هایی که در آینه های کروی هستن را یاد خواهید گرفت اما کتاب درسی به همین قطع اکتفا کرده ما میگیم که محور اصلی ما اینجایه این محور اصلیه حالا میخوایم مهراق تعریف کنیم میگیم چیه؟ میگیم اشعه نوری که موازی با محور اصلی این محور اصلیه دیگه اینجا می نسیم. محور اصلی اشعه نوری که موازی با محور اصلی به سطح آینه برخورد میکنند پس از انکاس در یک نقطه جمع میشن خب اشعه اول رسم میکنیم به این صورت وقتی که انکاس پیدا میکنه در این نقطه برخورد میکنه اشعه هم رسم میکنیم به این صورت وقتی که انکاس پیدا میکنه به این نقطه میه اشعه سوم اینجا رسم میکنیم انکاسش به این نقطه یه اشعه چهارم هم که اینجا رسم کردیم انکاسش به این نقطه ی. همه این انکاس‌های ما در یک نقطه جمع شدن به این نقطه میگه مهراق و با اف هم نمایش میدیم یادتان باشه پس تعریف مهراق ما اینجا روی آینه های کروی با همدیگه یاد گرفتیم حالا اینکه این, این مهراق چی خواصی داره چی ویژگی هایی داره باز در سنف های بعدی با ای بیشتر آشنا خواهیم شد اما ما در رابطه با کاربورد های آینه مستوی صحبت کردیم دیگه به شما عزیزان گفتیم که چی کاربورد هایی داره مثلا در ساخت پیروسکوب یا چشم زیردریایی از آینه مستوی استفاده میشه اما آینه های کروی خیلی کاربرد دارن در ساخت منقل های آفتابی از آینه کروی استفاده میشه و همچنین آینه های عقب متر شما نگاه کنید این آینه ها از نوع آینه های کروی هستن که باعث میشن ما پشت سر خودمانه ببینیم حالا منقل ها چه قسمی کار میکنن منقل یکم بیشتر بررسی کنیم خب یک منقل آفتابی رو با هم رسم میکنیم فرض کنید که یک منقل آفتابی است این سطح آینه ای ماه دیگه سیسته یک آینه ای کرویه وقتی که اشعه های نور به یک برخورد میکنه اگه محور اصلیش رسم کنی محور اصلیش اینجایه خب اشعه های نوری که به برخورد میکنن همه اینها در یک نقطه جمع میشن مثلا شما نگاه کنید یک اشعه به سطح آینه برخورد میکنه انکاس پیدا میکنه به این نقطه یک اشعه دیگه اینجا اگه برخورد کنه انکاس پیدا میکنه در این نقطه اشعه بعدی به این صورت و اشعه بعدی ما هم انکاسی به این صورت همه اینها در مهراق جمع شدن انکاسشون در مهراق جمع شد حالا وقتی که همه این های نور در یک نقطه جمع میشن مسلما یک حرارت خیلی زیاد اینجا ایجاد میشه دیگه پس ما از این حرارت استفاده میکنیم برای پختن غذا یا برای جوش آوردن آب از این حرارت زیاد ما استفاده میکنیم پس این میشه طریقه کار منقل های آفتابی خب شاگرد عزیز و نازنین درس امروز ما هم خلاص شد ما در رابطه با آینه های مستوی و آینه های کروی با همدیگه صحبت کردیم و عنوان یک کار خانگی برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که شما یک فهرستی یک لیستی از کاربردهای آینه مستوی و آینه های کروی را برای ما تهیه کنید و به شماره 2964 780 255 چل برای ما روان کنید تا ببینیم که شما چه کاربردهایی را از آینه های مستوی و آینه های کروی پیدا کردید تا درس جلسه آینده همه شما عزیزان بلای پاک مصباریم موفق و پیروز باشید